از دکتر حسین یاسا، سخنگوی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از مونیخ، پیرامون این خبر دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر یاسا، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر، با توجه به این که شما یکی از اعضای نشست بودین، لطفاً پیرامون اهداف و تصمیم گیری‌های این اجلاس توضیح بفرمایید. آقای دکتر، صدای بنده رو دارین؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت همکاران عزیزتان و بینندگان تلویزیون امام حسین. در پاسخ پس این سوال شما، بله، طوری که شما در گزارشتان هم پخش کردین که در افغانستان یک بحران عمیق انسانی به خاطر حکومت استبدادی طالبان جریان دارد، طبیعی است که یک گروهی که اونا به ارزش‌های انسانی و کرامت انسانی احترام نداره و تنوع مذهبی، زبانی، قومی و فرهنگی احترام نداره، نصف جامعه افغانستان که عبارت از زنان است احترام ندارن، اونا را کاملا از جامعه انسانی حذف کردن. و در اخیر شما متوجه بودین که در ایام محرم توهین و تحقیر و اهانت این گروه در مقابل پیروان فقه جعفری اصلا غیر قابل تحمل بود. بنابراین جمعی از نخبگان شیعه افغانستان در فرانکفورت گرد هم جمع شدند و اونا همه جانبه اوضاع فعلی افغانستان به تحلیل گرفتند و بالاخره اونمو قطعنامه که شما هم بخشم دیزور خواندین او را به تصویب رساندن. یک موضوع، موضوع دومی، برخی از دوستا با دیدی مثبت نشست ارزیابی کردن و برخی از دوستان این نشست را از دیدگاه نه چندان مثبت. خدمت همه عرض شود که این نشست نخبگانی جریان افغانستان اصلا با یک رویکردی اتصالی است، یعنی جریان افغانستان که فعلا تحت ستم به پایان است، اونها پیام میتن برای همه جریان هایی که اونها سلطه طالبان بر افغانستان نامشروع میدانند و یک حکومت استبدادی و مبنی بر همه جنایاتی که در قابل تصورت میدانند، ما در خدمت از اونا هستیم، بازوی توانمندی از اونا هستیم و در مبارزه بر علیه گروه جنایتکار همکاری خوب با اونا خواهیم بود. بله، با تشکر از دکتر حسین یاسا، سخنگوی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از مونیخ، که پیرامون این خبر دعوت ما رو پذیرفتند.